آیا هندوها واقعاً گاو پرستند؟ از زمان قدیم در هند، مردم فقیر و حتی طبقه متوسط و پولدار هر کدومشون توی خونه هاشون حداقل یه دونه گاو داشتن. هر کسی گاوی توی خونه داشت، دیگه همه میدونستن که اون شخص نه خودش نه بچه هاش قرار نیست از گرسنگی بمیره، حتی اگر مادر بچه ها توانای شیر دادن به اونها رو نداشته باشه. اونها از گاو شیر، کره، ماست، پنیر و لبنیات دیگه رو میگرفتن، یا خودشون تغذیه میکردن یا به شهر میبردن و میفروختن تا بتونن نیازهای دیگه خودشون رو تأمین کنن. تازه از گاو برای جابجایی بار، شخم زدن زمین، درشک سواری و کارهای دیگه استفاده میکردن. به این ترتیب هر بچه‌ای که به دنیا میومد یه جورایی بجز اعضای خانواده یه عضو خانوادی دیگه هم داشت، حتی براشون اسم هم میذاشتن و اعضای خانواده اونو عضوی از خانواده میدونستن. به همین دلیل گاو رو یک جورایی نان‌آور و برکت خونه میدونستن و بی نهایت براش احترام قائل بودن. به همین دلیل دید اونها به گاو خیلی فرقی با بقیه انسان ها نمی کنه و هر جا گاوی باشه بیرونش نمی کنن و اجازه میدن هر جا دوست داره رفت آمد داشته باشه. برداشت بقیه مردم این است که هندی ها گاو رو می پرستن که دیدگاه اشتباهیه. اونها به گاو به دلایل کنوان کردیم احترام زیادی قائلن، چون نماد زندگیشونه. هر جا گاو باشه یعنی زندگی چند انسان به خاطر این گاو در جریانه. از طرف دیگه در آیین هندوها گاو نشانی سرشت و سرچشمه زندگی عنوان شده و برای هندوها خیلی مقدسه. مثل بقیه ادیان و آیین‌ها یک سری آدم افراطی هم در هند وجود دارد که توی مراسم دیوالی مخصوص هندوها اجازه میدن گاوها از روشون رد بشن تا مثلا تبرک بشن. ولی خب هند کشور 72 ملته و هندوها یکی از اون ملت‌ها هستن. شاید جالب باشه براتون که علاوه بر گاو، فیل و میمون هم برای هندوها مقدس حساب میشه و فیل شاه و میمون شاه دارن. به هر حال خواستم تفاوت اون چه خیلی ها بهش گاو پرستی میگن و اون چه در واقعیت در هند جریان داره رو واسهتون توضیح داده باشم و فرق پرستش و احترام را شفاف سازی کرده باشم. امیدوارم که لذت برده باشین. اگه دوست دارین باز هم از این مطالب براتون بذارم، ویدیو را لایک و کانال را سابسکرایب کنید.